وزیر ارتباطات کابینه آخوند روحانی: مجاهدین برای براندازی نظام اقدامات زیادی کردند. العربیه: به آتش کشیدن مقرهای شبه نظامیان رژیم ایران در بصره. دو سوم شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کردند. با سلام به بینندگان عزیز، توجه شما را به در یک نگاه این ساعت جلب می‌کنیم. آذری جهرومی وزیر ارتباطات کابینه آخوند روحانی به استیصال در برابر فعالیت مجاهدین اذعان کرد و گفت: دشمنان ما در شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید می‌کنند. یکی از دشمنان ما مجاهدین هستند که برای براندازی نظام از اول انقلاب اقدامات زیادی کردند. امروزه نفوذ مجاهدین از طریق رادیو، تلویزیون، سایت‌های اینترنتی، پیام‌های صوتی و ماهواره‌ای است که ما می‌توانیم در مقابل آنها دو روش داشته باشیم: یا پاسخ آنها را بدهیم یا راهکارهای آنها را مسدود کنیم. روش دوم شاید به طور موقت تأثیرگذار باشد، اما در دراز مدت به خود ما ضربه می‌زند. به گزارش العربیه، تظاهرکنندگان در بصره روز پنجشنبه مقر شبه نظامیان بعد و حزب الدعوه و اصحاب وابسته به رژیم ایران در این شهر را به آتش کشیدند. خبرگزاری رویتر نیز گزارش داد معترضان در طول شامگاه چهارشنبه ورودی بندر ام القصر را که یکی از شریان‌های اصلی واردات کالا به عراق است بستند. آنها همچنین علاوه بر بستن جاده بصره بغداد، شماری از ساختمان‌های اداری را که برای سومین شب متوالی مقابل آنها تجمع کرده بودند به آتش کشیدند. یواجه فيه صناع القرار السياسي في البلاد. پاسداران جنایتکار مناطق مرزی اقلیم کردستان را توپباران کردند. مسئول اداری سیدکان در این باره گفت: توپخانه‌های سپاه پاسداران مناطق مختلف در استان اربیل را به توپ بستند. مراتع این مناطق در آتش سوخت. دویچه وله در گزارشی درباره ترک شرکت‌های آلمانی از ایران نوشت: ترس از مجازات‌های ناشی از نادیده گرفتن تحریم‌ها و همچنین اوضاع نابسامان اقتصادی رژیم ایران منجر به آن شده است که بخش قابل ملاحظه ای از شرکت‌های آلمانی ایران را ترک کنند. ما بقی نیز دورنمای روشنی برای ادامه کار نمی‌بینند. سفارت آمریکا در آلمان از خروج کمپانی خودروسازی دایملر از ایران استقبال کرد و در پیامی نوشت: کمپانی دایملر گزینه درستی را مبنی بر خروج از ایران انتخاب کرده است. رژیم ایران از درآمدهای اقتصادی برای تأمین مالی تروریسم و تهدید کشورهای همسایش و همچنین جهت آسیب و گزند به مردم خودش استفاده می کند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن ممکن است در مورد برخی از خریداران نفت ایران از جمله هند استثناء قائل شود، ولی این کشورها بعد از شروع تحریم‌های نفتی باید به مرور واردات نفت از ایران را متوقف کنند. به که در هند به سر می‌برد افزود: انتظار ما این است که خرید نفت از ایران به صفر برسد. در غیر این صورت مجازات تحریم ها شامل آنها خواهد شد. بنابراین ما با هند همکاری خواهیم کرد. ما متعهد شده ایم که این کار را بکنیم. شرکت JXTG و شرکت آیدمیتسوی ژاپن خرید نفت ایران را از اکتبر متوقف می کنند. خبرگزاری بلومبرگ با درج این خبر افزود: ضرب‌الاجل اوایل نوامبر که تعیین شده تا صادرات نفتی ایران را تحریم کند، اکنون برای خریداران یک علامت هشدار بسیار نزدیک است که نمی‌توانند آن را نادیده بگیرند. بعد از ضرب‌الاجل نوامبر، هر شرکتی که با رژیم ایران تجارت داشته باشد، خطر این را دارد که از سیستم مالی آمریکا قطع شود. این بود در یک نگاه این ساعت. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.